یک وکیل املاک چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ خرید و فروش ملک در اونتاریو می تواند یک فراینده دشوار باشد، به خصوص برای افرادی که برای اولین بار خانه میخرند. هنگام خرید یا فروش ملک، معمولا اولین نقطه ارتباط شما مشاور املاک شماست. یک وکیل معمولا توسط بسیاری از افراد تا پس از امضای قرارداد خرید و فروش استخدام نمی شود و حتی گاهی اوقات تا زمانی که تمام شرایط باقی مانده در قرارداد خرید و فروش برآورده شده و معامله برای همه طرفین قطعی یا لازم الاجرا شود. با این حال مهم است که قبل از لازم الاجرا شدن قرارداد وکیل املاک خود را استخدام کنید. به خصوص در سناریوهایی که شرایط خاصی وجود دارد و باید در آن موارد بین طرفین توافق حاصل شود. یک وکیل می تواند در تهیه پیشنویس با زبان حقوقی مناسب برای نگارش قرارداد کمک کند و راهنمایی های ارزشمندی را در مراحل اولیه برای محافظت از منافع شما داشته باشد. یک وکیل املاک می قراردادهای معاملات خرید و فروش را بررسی کند و به مشتری در مورد مفاد قرارداد خرید و فروش مشاوره دهد و مسائل حقوقی را در قرارداد با موکل بررسی کند. چگونه یک وکیل املاک می تواند به من در انجام معامله کمک کند؟ یک وکیل املاک کل فرایند انجام شدن معامله را می تواند انجام دهد و در این حین در انجام مراحل قانونی میتواند کمک کند در پروسه خرید یا فروش ملک شما با مشاور املاک کارگزار وام مسکن و هر طرف دیگری که در معامله دخیل هستند سر و کار خواهید داشت وکیل شما بهترین وسیله ارتباط برای ارائه مشاوری حقوقی به شما در مورد موضوعات مختلف مربوط به معامله است مانند نحوه تنظیم مالکیت، انتخاب مالک، مالیات بر دارایی و هر گونه مسائل مربوط به مالکیت ملک که ممکن است پس از تحقیقات اولیه آشکار شود. اگرچه بسیاری از افراد پس از امضای قرارداد وکیل املاک را استخدام می کنند، اما ایدئال است که قبل از عقد قرارداد با طرف دیگر برای خرید یا فروش ملک با یک وکیل املاک تماس بگیرید تا مشاوره حقوقی مربوطه را در مورد حقوق خود و مسئولیت مربوط به شرایط و ضوابط توافقنامه خرید و فروش را دریافت کنید. هنگامی که با وکیل املاک قرارداد اولیه خود را امضا کردید، وکیل شروع به جمع ورگ اطلاعات لازم در مورد معامله می کند. یک تاریخ درخواست در قرارداد خرید و فروش وجود دارد که در آن یک نامه به اسم رکزیژن لتر از وکیل خریدار به فروشنده فرستاده می شود که شامل فهرستی از تمام نقص های مالکیت و هر گونه موضوع قراردادی است که نیاز به حل و فصل تا قبل از انتقال سند دارد. قبل از آن تاریخ جستجوی لازم برای سند خانه و نامه عنوان مالکیت باید تکمیل شود و نامه درخواست باید به وکیل فروشنده ارسال شود. این مرحله از فرایند معمولا چند هفته قبل از تاریخ اتمام خرید و فروش انجام می شود و وکیل شما جستجوی لازمه بر مالکیت را انجام می دهد تا اطمینان حاصل شود که مالک ملک از حق قانونی برای فروش ملک برخوردار است و هیچ مشکل قانونی روی سند ثبت نشده است که بتواند عقد قرارداد را به تعویق بیاندازد یا بر استفاده شما از ملک خریداری شده تاثیر بگذارد. بسته به اینکه آیا موضوع معامله شما یک ملک مسکونی یا تجاری و استفاده خاص مورد نظر از ملک است، استعلام های مختلف از طریق وکیل انجام خواهد شد. اگر ملکی را می فروشید، باید اطمینان حاصل کنید که مالکیت قابل فروش دارید به این معنی که شما حق قانونی فروش ملک را دارید. برای خریداران این بخش مهمی از معامله است زیرا تضمین می کند که ملکی را که می خرید آزاد و قابل فروش می باشد به طوری که می توانید سند ملک را بدون هیچ مشکل قانونی به خریدار بعدی انتقال دهید. بیمه ملک یا تایتل اینشورنس نیز توسط وکیل شما تهیه می شود که این نیز بخش مهمی از معامله است. بیمه ملک در استان انتاریو اجباری نیست. با این حال اغلب وام دهندگان برای وام خرید ملک درخواست اخص این بیمه را دارند. بیمه ملک بیمه ای است که از صاحبان ملک و وام دهندگان آنها در مقابل هر گونه خسارت در برابر مشکلات مربوط به مالکیت خانه و سند حفظ کند. این موضوع است که باید با وکیل خود در میان بگذارید. از حمایت هایی که می توانید از بیمه ملک یا تایتل اینشورنس دریافت کنید را کاملا متوجه شوید. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که بیمه ملک جایگزینی برای مشاوره حقوقی نیست. بیمه ملک چه مواردی را پوشش می دهد؟ ذکر این نکته حائز اهمیت است که ارائه دهندگان بیمه ملک متعددی وجود دارند که بیمه ملک را در اونتاریو ارائه می دهند. در حالی که این بیمه نامه ها ممکن است دارای تفاوت های جزئی بین ارائه دهندگان باشد، برای هزینه‌ای که یک بار پرداخت می شود، خریداران در برابر مسائل و ضررهای مربوط به عنوان مالکیت که در موارد زیر به آن اشاره می شود، محافظت می کنند. بیمه نامه می تواند از شما در برابر ضررهای ناشی از مسائل مربوط به عنوان مالکیت در موارد زیر محافظت کند. نقص مالکیتی ناشناخته، مشکلات مالکیتی که مانع از داشتن مالکیت بر ملک می شود. هر گونه وام ثبت شده بر روی سند معمولا به خاطر بدعی های پرداخت نشده که قبلی مالکان مانند مالیات دارایی پرداخت نشده. مسائل مربوط به مرز بین ملک. کلاهبرداری در عنوان مالکیت و کلاهبرداری در مورد وام مسکن که پس از اتمام خرید رخ می دهد. خطاهای موجود در نقش برداری ها، ترها و اسناد ثبت شده و خطاهای موجود در اطلاعات موجود در سوابق عمومی که ممکن است به آنها اعتماد کرده باشید و همچنین خطاها و عیوب مالکیتی نامعلومی که شما را از داشتن مالکیت بر ملک باز می‌دارد. مزایای استخدام وکیل املاک در روز انتقال سند یا کلوزینگ دی مالکیت ملک به طور رسمی به خریدار منتقل می شود که نکته قابل توجهی در روند معاملات محسوب می شود وکیل املاک شما با دریافت پول از وام دهندگان و واریز وجوه به حساب دفتر و انجام و بررسی تنظیمات لازم برای عقد قرارداد مثلا تعدیل مالیات بر املاک و بررسی سایر هزینه ها و کارمزد های مرتبط با معامله عنصر مالی معامله برای انتقال سند را تسهیل می کند وکیل شما مبلغ نهایی پول مورد نیاز برای تکمیل معامله خرید را در اختیار شما قرار می دهد. وکیل املاک شما همچنین اطمینان حاصل می کند که تمام اسناد مربوط به انتقال سند مالکیت بین طرفین امضا و مبادله شده و همچنین به شما درباره اهمیت اسناد مربوط به قرارداد تاثیر و پیامدهای آن توضیح می دهد. مقاله ای از آقای احمری